قبلا معذرت میخوام، اصلا در صحبتم به هیچ وجه مایل نیستم به احدی از دوستانمون کوچکترین اساءه ادبی بشم. ما اینجا هستیم چه دوست دارم خاتمه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی تحکیم پیدا بکنه. اینم میدونیم تحکیم جمهوری اسلامی بستگی به مشخصات و اصول است. اون روزی هم که خدمت آقای دکتر بهشتی صحبت میکردیم، اصلا امکان اینکه یه روز یکی از اقلیت‌های مسیحی یا اقلیت‌های مذهبی بتونه رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه و یا سمت دیگری رو پیدا بکنه به وجود نخواهد آمد. با توجه به ادش ما به این امر اذعان و اقرار داریم که این مملکت یه مملکت اسلامی و ما در این مملکت زندگی میکنیم و به دین اسلام احترام کافی و وافر داریم و 1400 ساله با این مسئله زندگی کردیم. اصلا یه چیزی است که وارد خونمون شده، یعنی یه چیزی نیست که الان ادعا کنیم. شما در هیچ وقت در این 1400 سال از روزی که اسلام وارد این مملکت شده خواهیم دید اقلیت‌های مذهبی با زهر و زرنا پیشواز لشکر اسلام رفتن و یه روز یه مخالفتی با اصل اسلام نکردن. پس وقتی که نیست دوباره به آزمایش گذاشتنشون و این مسائل رو اینجوری مطرح کردن، جز اینکه عدم اعتماد از یک طرف و عدم تساوی حقوق و احترام به حقوق اونها رو نشون بده مطرح بکنه، مسئله دیگری نخواهد بود. نمیدونم 500,000 نفر هست اقلیت‌های مذهبی در این مملکت یا نیست. اگر 500,000 نفر در مقابل 35 میلیون نفر، یعنی یه 18 هم، یعنی از هر 18 نفر یه نفر جز به اقلیت های مذهبی خواست و خود یه 70 هم اگه اشتباهی یه 70 هم از هر 70 نفر از 100 نفر یه نفر مسیح. خود به خود همچین حقی من نمیم حق مال هر کسیم. اگر یه نفرم مسیحی اینجا باشه بازم حق داره، برای اینکه حق رو نه شما در وحله اول مذهب دین اسلام برای این افراد برای همه بشر به طور مساوی شناخته. ما اینو از اسلام میشناسیم که اگر میگوید یک نفر رو کشتی یعنی بشریت رو کشتی، اگر حق یک نفر رو پامال کردی یعنی حق بشریت حق همه رو پامال کردی. حالا میخواد حق من تنهای مسیحی یا حق یک نفر نمیدونم به اسم زرتشتی یا حق یک نفر به اسم اون روز هم خدمتون عرض کردیم حتماً رئیس جمهور مسلمان باشد. مگه تعریفی که درباره رهبر شد جز تعریف یک فرد دانشمند دانا به تمام معنا و مدبر و مسلمان واقعی و اکمن، یعنی مسلمان ترین فرد این مملکت بود؟ این تعریفی که درباره رهبری شده این مشخص رو بگوییم که این فرد مسلمان ترین فرد و کامل‌ترین فرد و مدبرین‌ترین فرده. مگه ما مخالفت کردیم؟ برای اینکه میدونید این کشور اگر میخواهد پایاش اسلامی باقی بماند رهبرش باید یه رهبر فقیه و دانشمند و مسلمان بشن با کمال رای ولی عرض کردیم رئیس جمهور هم میفرمایی مسلمان باشن نخست وزیر هم حتی حدیم و این تا کجا؟ اگر این مسئله به همین جور ادامه پیدا بکنن فردا هیچ فرد اقلیت های مذهبی حتی به استخدام نمیدونم جارو کشی را بذارن خونان را نفن را که قانون اساسی پای منشه قوانین دیگر. شما در تمام عناوینی که اینجا هست مقام هایی که در اینجا مطرح مسئله اسلام را آوردی، یعنی مسئله که از من باید مسلمان باشد قید کردی. اگر درباره رهبر که بود رئیس جمهور بود که بود نخست وزیر بود 20 نفر وزیر حد اقل باید مسلمان باشن بود، فقها ها باید مال شورای نمیدونم نگهبان حتما مسلمان باشن هست. خدمتون عرض کنم همشون الان رفتیم تو مسائل ارتشی رؤسای ستاد ارتش یا رؤسای مختلف لشکری هم باید باشن. اونی که تا این حد از قانون اساسی، یعنی قانون اساسی اگه بیش از این میره
و در بقیه عناوین و مقامات بود دیگه اسلام پیش نمی اومد، مسلمان بودن پیش نمی اومد، می گفتیم اینا استثناء. ولی اگر تا همین حد حکم میکنند و استثنای قائل نشدن، اگر استثنا میخواست قائل بشه میگفت این مقام میتواند مسیحی باشه، میگفتیم خب یا جزو اقلیت، میگفتیم یه جا استثنا شده پس میدونم در بقیه مبدع قانون گذاری باشه. ولی تا اینجا نه مسئله استثنا بوده که بگیم این مقام ها استثناست و حتی استثنا برای بقیه قائل نشده. این فرم قانون گذاری فردا منشأ قانون گذاری برای مجلس شورای ملی، مجلس شورای ملی هم یه عده‌ای مثل آقایون، یا آقایون که خیلی بهتر از اونا ممکنه اون دانایی و دانش شما را نداشته باشن، برای اینکه مشخصات خبره بودن را ندارن. شما که یه عده خبره هستین، اون فقط ممکنه یه فرد مورد اعتماد مردم باشه، نه خبرگی داره نه چیزی، یه تعصب بیشتر فقط خبره نوشون که تعصبش بیشتر بود. میاد میشینه اینجا همطوری که شما میفرمایید در قانون اساسی قبل چرا نمیدونم نخست وزیر و وزرا رو مستعلم بودن قید کردن، ما چی کمی از اونا نداریم، یه قید بیشتری هم بهش نزنیم، اونا میان خبرگان ما این قیدها رو تا اینجا گذاشتن، اگه ما قیدایی بیشتری نزنیم بلکل این جماعت ها را از حقوق اساسیشون نفس کشیدنشون محروم نکنیم، پس چه کمی از اونا داریم؟ این مسئله تا اونجا خواهدم که ما براتیم یا باید نفس کشیدن را فراموش کنیم، برای اینکه این مسائل فقط دست آقایون بود مشکلی را حل نمی کرد، این مسائل تو اجتماع نفوذ میکنه، چون اجتماع نفوذ کرد به یه قدرتی تبدیل میشه و یه مسئله تبدیل میشه که بین دو همسایه اقلیت های مذهبی و مسلمان اکثریت تبدیل به یه مسائل رو کل نمیشه. اون میگه وقتی که تو قانون اساسی محل نداری، وقتی حقی برای تو نداشتن، وقتی تو ارتش جا نداری، تو جای جنانه اصلا میخواد اینجا بایستدی نفر قبلا مذارت میخوام اصلا در صحبت هم به هیچ وجه